به محض اینکه یکی از یه جناح دستگیر میشه، اولین صحبت تو رسانه ها اینه که این بابا رو گرفتن تا جناح منتسب به اونا عقب بشونن، یعنی جناح رقیب گرفتتش، یعنی یه جورایی از هم گروگانگیری میکنن. همین الان حسین فریدون برادر رئیس جمهور با وثیقه 50 میلیارد تومانی آزاده ایشون. گرفتنش 50 میلیارد تومان وثیقه گذاشتن آزاد شد. اونو گذاشتن دم چک که اگه روحانی مثلا بخواد بره سراغ دختر صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه که متهم است به جاسوسی برای انگلیس و فرانسه، بقیه آدم های اون طرف ترتیب حسن آقا فریدون رو بدن و خود رئیس جمهور هم همینطور و هرچی هم از همدستیش با داداشش بدونن بریزن رو. نمی کنن، وگرنه اصلا ویران میشه، فرو میریزه. مگه کسی نمیدونه که بزرگترین هلدینگ قطع ساز کشور، قطعه خودروساز، دست خانواده فریدونه، دست خود حسن روحانی مستقیما مثلا نیست، حسن روحانی هیچ اسمی توش نداره، اما فک و فامیل اصلیش اونجا، خواهرزاده و پسرموی رئیس جمهور آقای حسن روحانی در یک شرکت بزرگ بورسی، شرکت قطع سازی اتومبیل ایران، یکی از شرکت‌های مهم بورسی کشور است که سهامداران آن عبارتند از شرکت‌های سرمایه‌گذاری سمند، سابکو، ایران خودرو، ایران خودرو دیزل و سرمایه‌گذاری ایران خودرو. شرکت قطع سازی اتومبیل ایران از سوی سهامداران خود به عدم اعلام سود واقعی و یا توضیح نکردن سود واقعی متهم است. این بزرگترین هلدینگ قطع سازی کشور دست کیه؟ این که دیگه خصوصی نیست که، دست مهدی مونسان خواهرزاده حسن روحانی که به نمایندگی از ایران خودرو آمده شده همه کاره این هلدینگ، مدیر عاملشه، و دست عبدالحسین فریدون پسرعموی حسن روحانی که شده نایب رئیس هیئت مدیره این شرکت بزرگ بورسی. نکنه اینا مثلا خصوصی هن و با عرق جبین کار میکنن و مدیراشون رو دولت تعیین نمیکنه؟ آقای عبدالحسین فریدون پسرعموی حسن روحانی همزمان مشاور وزیر علوم تحقیقات و فناوری همین دولت پسرعموشه. حالا یکی از نون دنیای مهم حضرات ایران خودرو و اصولا خودروسازی و شرکت‌های داخلی و خارجی تابعشه دیگه، واقعا نون دنیا عرض میکنم. چرا آقای هاشم یکهزاره مدیر عامل ایران خودرو بزرگترین هلدینگ قطع سازی کشور رو میده دست خواهرزاده و پسرعموی رئیس جمهور؟ ایشون آقای یکهزاره واسه اینکه خودش مشکل داره، اینجوری باج میده. مشکلش اینه که یه بار قبلا گفتم تو برنامه‌تون، تو برنامه خودرو پارسال بود فکر میکنم، که وقتی که مدیر عامل اینا خودرو دیزل بود ایشون آقای یکهزاره به دلیل سوء مدیریت و اشکالات اساسی که کامیونای هوو داشتن، بیش از 80 نفر سر همین اشکالات کامیونای هوو کشته شدن، ایشون دادگاهی شد، محکومیت قطعی گرفت تو دستگاه قضایی. منطقه چی شد نتیجهش؟ ارتقاء مقام پیدا کرد به لطف دولت آقای روحانی، بعد از اون که اون کارا رو تو دولت احمدی نژاد کرد، به لطف دولت آقای روحانی تو این دولت شد مدیر عامل کل ایران خودرو دیگه، نه فقط ایران خودرو دیزل.